بنام خدا. در 3 ساعت‌های گذشته ما بحث سر پروگرام اکسل بود که جمله پروگرام اکسل فکشن هایی که بسیار مهم بود، فکشن هایی مهم شمده نظر گرفته بودیم و همچنان بعضی از بخش های اساسی که در هر تب یا در هر منوی پروگرام اکسل مهم بود اونا رو مد نظر گرفتیم و بر شما ارائه کردم. در 1 ساعت بحث سر کویک بوک است. بعد از این پس ما سر پروگرام کویک بوک است که خود کویک بوک یعنی چی و چطور ما از این پروگرام استفاده میکنیم و همچنان بخش نصف پروگرام همین پروگرام کویک بوک همین موضوعات همش در بر داره. بس اول ما تعریف کویک بوک است که خود کویک بوک چی است و به خاطر چی استفاده میشه و در کجا از این کار گرفته میشه. کویک بوک خودش یک نرم افزار حسابداری است، یعنی یک پروگرامی است که به خاطر محاسبه و حساب کردن از استفاده میشه که شرکت های کوچک و متوسط به خاطر ثبت معلومات روزانه خود از این کار میگیرن که به طور عموم همین پروگرام کویک بوک دارای 5 مدل است که هر مدلش بر شما اینجا لیست کردیم. مدل اول کویک بوکس پر ادیشن است، کویک بوکس پر ادیشن، و دومش کویک بوکس پرایمر یا کویک بوکس برتر، سومی کویک بوکس انترپرایز سولوشن یعنی کویک بوکس شرکت بازرگانی، یعنی شرکت هایی که به خاطر بازرگانی میخواد از یک پروگرام محاسباتی استفاده کنه در اون صورت از کویک بوکس انترپرایز سولوشن استفاده میکنه. مدل چهارمش کویک بوکس اکاونتنت است که کویک بوکس به خاطر کسایی که خصوصا بخش حساب یعنی محاسبه حسابداری را در بر دارد در اون صورت از این کار میگیره. و مدل پنجمش کویک بوکس آنلاین است که کویک بوکس آنلاین از جمله کویک بوک های است یا مدل های است که ما بدون اینترنت از این کار گرفته نمیتونیم. تا زمان اینترنت نداشته باشیم ما نمیتونیم کویک بوکس آنلاین کار بگیریم. خب در این بس که ما سر کویک بوک بس میکنیم و یکانه مدلی که ما آمدی نظر گرفتیم کویک بوکس انترپرایز سلوشن است که از این ما میتونیم کار بگیریم به خاطر محاسبه که همی با شکل اوریجینال و شکل اصلیش است و این بسیار همی کویک بوکس بسیار قیمت است، یعنی هزینه بالایی داره تا ای که ای را بگیریم و ای را نصب کنیم و از این استفاده کنیم. و از این خاطر ما باز از نقصه یا از یک بخشش که کرک شدگی است یعنی قفل اول شکسته است ما از او کار میگیریم. یعنی زمانی که بخواین از یک سافتویر که کرک شدگی است از او کار بگیرین او سافتویر باز از شما بعضی از چیزهایی که خود شرکتش مد نظر گرفته مثلا پسورد داده تا که پسورد نداشته باشی تو نمیتونید سافتویر کار بگیری. با زمانی که بخوای که از کرک شدگیش کار بگیری کرک شدگی این قفلش شکسته شده یعنی پسورد نداره، بدون پسورد شما میتونید به طور فری از همون سافتویر استفاده کنید. بعضی دومی درسی ما اینستالیشن کویک بوکس یا نصب کویک بوکس است. زمانی که بخوایم کویک بوکس را نصب کنیم میتونیم از طریق سیدی هم نصب کنیم، از طریق سیتابش در خود کمپیوتر داشته باشیم نصب میشه و همچنان میتونیم از طریق فلش هم سیتابش داشته باشیم نصب کنیم. سیتابایی که کرک شدگی باشه یعنی قفلش شکسته باشه ما میتونیم در کمپیوتر خود همزمان نصب کنیم که مرحله اول اینجا بر شما که در تصویر نشان داده شده این نظر به سی دی است. زمانی که شما سی دی را داخل سی دی رو میگذارین یک قسم یک صفحه میاد و بعد از اینکه این صفحه آمد
شما چند لحظه ای که صبر کردین این صفحه میایه و صفحه ای که آمد یا یکی کمپیوتر رستارت میکنین همین صفحه میایه و بدون رستارت هم امکان داره که این صفحه بیایه. زمان که صفحه آمد بعد از شما امی مینوی اوتران کلیک میکنین و از مینوی اوتران بعدا میرین بالای نکست کلیک میکنین نکست فشار میتین. بعد از نکست که فشار دادین قسمی که در این شکل بر شما نشان داده یک قسم یک شکل میه که نمی یکی از نسخه های یا بخش های کویک بوکس انترپرایز 2016 است که میتونیم نرم افزاری که مورد دلخواه ما است یعنی انتخاب کنیم که اینجا نرم افزارهای مختلف سهم ما چی را گرفتیم کویک بوکس انترپرایز سلوشن 2016 را گرفتیم و بعد هم این را که انتخاب کردیم زمان که را انتخاب کردیم اگر احیانا از ما کدام سریال نمبر خواست سریال نمبری که داشتیم او را وارد میکنیم و بعد هم میریم روی آیکنش کلیک میکنیم وارد مرحله بعدی میشیم. خب زمانی که وارد مرحله بعدی شدیم این شروع نصبش است شروع اینستالیشن است که زمانی بخواییم از روی ستاب هم نصب کنیم یعنی چی فلش باشه و چی در کمپیوتر ما باشه همین تایی مراحل داره هم بدون از اینکه ما مثلی که در مرحله اول ما اینجا آمدیم ورژنش انتخاب کردیم که مدلش انتخاب کردیم مثلا کویک بوکس انترپرایز 2016 اما اگر بخوایی نظر به فلش یا نظر به آدرس از ستاب نصب کنی بازی نیست سوال ها رو از ما پرسان نمکنه که کدام مدل می خواهی چون فقط بخش ستاب ما از هر مدل به شکل جداگانه ما ستابش داریم زمان سر ستاب کلیک کنیم یک قسم مراحل شروع نصب انستالیشن برای ما می آید که همین مرحله زمانی که آمد بعد برای بخاطر از این مرحله ما اولا روی نکست کلیک میکنیم زمانی که روی نکست کلیک کردیم یک قسم یک مینو میایه برای ما یا یک کامبو باکس میایه که بخاطر فایل هایش هستن بعضی از فایل هایی که فشرده هستن فایل های بسیار فشرده دارن پروگرامی کویک بوک این بخاطر همون فایل هاست و همون فایل های فشرده را از این بخش ها چی مکنه؟ اکسترکت مکنه یعنی خارج مکنه که در حالت لودینگ است تا زمان که لودینگش خلاص نشده اکسترکت نشده همی تو ادامه داره و همی خط زمان که ختم شد یعنی که اکسترکتینگ فایلز چی میشه؟ خاتمه پیدا مکنه زمانی که اکسترکتینگ فایلز خاتمه پیدا کرد صفحه خوش آمدگویی کویک بوکس برای ما چی میشه؟ میایه صفحه خوش آمدگویی کویک بوکس به این خاطر میگه که از ما سوال میکنه که شما میخواین که امی اینستالیشن صورت بگیره اگر خواستین که شما برین در کویک بوکس و کویک بوکس بر شما نصب شود او صورت شما نکست کلیک میکنین در غیر صورت کنسل میزنین پس دوباره از تای مراحل اینستالیشن میگذارین. خب زمانی که شما نکست کلیک کردین بر شما لایسنس ارگومنت مینو میایه که منظور شده است که شما آیا میخواین همین شرایطی که کویک بوکس بر شما گذاشته در یک قسمت آیا با اینا موافق هستین یا نه؟ اگر با اینا موافق بودین باز او صورت چی را انتخاب میکنین؟ I accept the terms of license argument یعنی شما همین تای مراحلی که خود کویک بوکس بر شما گذاشته شما موافق هستین و شما میخواین که اینمی رو تایید کنین اینمی هر چیزی که بود همه گیشه تمام امینا را تایید مکنین در او صورت این قسمت را انتخاب مکنین زمانی که رو انتخاب کردین باز نکست فعال میشه شما میتونین که نکست را کلیک کنین زمانی که نکست را کلیک کردین مرحله بعدی میه مرحله بعدی که از بخش لایسنس و پروداکت نمبر است که مرحله به خاطر عزیزه که شما میتونین به می فایل چی کنین به می پروگرام
تایی مراحل کنین و همی پرگرام زمان که شما لایسنس نمبر رو پردک نمبر نداشته باشین شما نمیتونید مکمل پرگرام چی کنین؟ نصب کنین. چون ما کرک شدگیش گرفتیم، باز کرک شدگی زمانی که بگیریم خودش لایسنس نمبر و پرودکت نمبر رو برای ما میگذاره. احیانا اگر لایسنس نمبر و پرودکت نمبر رو برای ما نگذاشته بود، باز در اون صورت همراه با سیتاب یک فایل دیگه داریم به شکل نوتپد هست که در اون فایل باز همین لایسنس نمبر و پرودکت نمبر هست که شما میرین اون ریسرچ مکنین، پیدا مکنین اولم، اما صفحه‌ای که به شکل نوتپد است و مو فولدری که شما سیتاب دارین در مو فولدر هست به نام ریتمی. ریتمی را که کلیک کنین تمام مشخصات کویک بوک است، نام های کویک بوک است، ادیشن های کویک بوک است و همچنان لایسنس نمبری که دمی کویک بوک مدی نظر گرفته موسک و پروداکت نمبر است که شما از او قسمت باز میتونین پروداکت نمبرم کپی بگیرین بیارین اینجا پست کنین یا یکی در یک ورق یادداشت بگیرین بیارین اینجا درج کنین و لایسنس نمبر هم همچنان هم قسم میارین اینجا وارد مکنین. زمان که پروداکت نمبر و لایسنس نمبر را وارد کردین بر شما نیکس چی میشه؟ کلیک میشه، نیکس فعال میشه، باز نیکس کلیک مکنین و میرین روی مرحله بعدی. مرحله بعدی که است بخش Custom and Network Option است که در این مرحله شما کامپیوتر یا خود با شبکه چی مکنین؟ انتخاب مکنین. همین پروگرامی که نصب مکنین، این همین پروگرام خود نظر به کامپیوتر خود اینجا شما چی مکنین؟ نصب مکنین. که ما مرحله اولش انتخاب کردیم، یعنی I will be using QuickBooks on this computer. ما میخواییم کمی کویک بوکس در کامپیوتر نصب شوه و اینستال شوه و استفاده شوه. بعد مرحله نیکست کلیک مکنین، زمان نیکست کلیک کردین. در این مرحله فقط مکان شما پرسار مکنین که در کدام قسمت میخواین که همی کویک بوک خود نصب کنین که اوتومات درایف سی رو بگیرین خوب تر است در درایف سی. و بعد مراحل اینستالیشنش بر شما میایی، شما اینستال کلیک کنین و پروگرامی کویک بوک بعد از چندین دقیقه و چندین ثانیه چی میشه؟ همین پروسه نصبش تکمیل میشه و پروگرام کاملا چی میشه؟ نصب میشه. زمانی که پروگرام نصب شد باز بعضی تایی مراحل دیگه هم داره که رو در ساعت بعدی مد نظر میگیریم. این درس 3 ساعت بود، با امیدی که قابل فهم بوده باشه. خدا نگهدارت. موفق.